این روزها مصادف با 15 سالگرد تأسیس مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام می باشد. رسانه‌ای که با توصیه مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در راستای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و با تأکید بر نامگذاری با نام مقدس امام حسین علیه السلام راه اندازی شد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. 15 سال پیش مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به برخی از شیعیان علاقمند و فعال در عرصه رسانه‌ای توصیه فرمودند بدون فوت وقت و در سریع ترین زمان ممکن رسانه‌ای تلویزیونی آن هم با نام مقدس امام حسین علیه السلام در راه دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و نشر معارف عطرت طاهره تأسیس گردد. این توصیه با پیگیری های ممتد به عمل آمده و تلاش های شبان روزی توسط فعالان و علاقمندان یاد شده نهایتاً عملی گردید و این شبکه ابتدا با پخش برنامه های خود به زبان فارسی همزمان با ولادت امام حسین علیه السلام و مصادف با 3 شعبان 1430 هجری قمری و برابر با 26 جولای سال 2009 و 4 مرداد ماه سال 1388 هجری شمسی تأسیس شد. پس از آن تلویزیون عربی امام حسین علیه السلام در تاریخ 25 می 2012، تلویزیون انگلیسی امام حسین در تاریخ 27 مارس 2013، تلویزیون اردوی امام حسین علیه السلام در تاریخ 4 اوت 2017 شروع به فعالیت نمودن و شبکه جهانی الزهرا سلام الله علیها به زبان ترکی در 10 سال فعالیتش و پس از 1 سال تعطیلی در تاریخ 20 ژانویه 2016 به مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام واگذار گردید. به دلیل درخواست فراوان مخاطبان، شبکه اینترنتی امام حسین علیه السلام لایو با هدف پوشش زنده و شبانه روزی از تمامی عتبات آلیات به صورت 24 ساعته تأسیس شد. این شبکه در تمام بسترهای اینترنتی مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام از جمله اپلیکیشن موبایل و باکس تیوی ها در دسترس است. خبرگزاری اخبار شیعه یا شیعه ویوز در تاریخ 5 جولای سال 2012 با نام شیعه ویوز اخبار شیعیان جهان به عنوان اولین و تنها خبرگزاری اختصاصی و مستقل شیعه که به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی از طریق 7 شبکه ماهواره‌ای، کابلی و اینترنتی فعالیت دارد تأسیس شد. محور فعالیت این خبرگزاری تولید خبر با موضوع‌های عتبات و اماکن مقدس، مرجعیت شیعه، فعالیت‌های قرآنی، شیعه ستیزی، رسانه‌ها و مؤسسه‌های شیعه، فرهنگ و هنر، علم و فناوری و هیئت‌ها و شعائر حسینی به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی می‌باشد. مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته به 5 زبان زنده دنیا برای مخاطبان خود در بیش از 158 کشور جهان برنامه تولید و پخش می کند. این مجموعه رسانه‌ای علاوه بر پخش ماهواره‌ای برنامه های خود را به صورت زنده از طریق وبسایت خود پخش نموده و همچنین دارای کانال اختصاصی در یوتیوب، فیسبوک، گوگل پلاس، توییتر، سانت کلاود، اینستاگرام و تلگرام است. شبکه های مختلف این مجموعه رسانه‌ای در تلویزیون های اینترنتی زیادی نیز قابل دریافت هستند. شعار این مجموعه رسانه‌ای حسینیه‌ای فراتر از کهکشان می باشد و با هدف احیای سیره اهل بیت علیهم السلام که همان فرهنگ انسانیت، همزیستی مسالمت‌آمیز، مهرورزی و دوری از خشونت است فعالیت می کند. مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام تا کنون معتقد به سرمایه گذاری تجاری و خروج از تخصص رسانه‌ای خود نبوده است و هزینه های آن تماماً توسط تجار و خیرین شیعه و عموم بینندگان این شبکه و یاوران حسینی در قالب وجوهات شرعی
خمس و سهم امام، هدایا و نذورات، موقوفات و ثلث مال تأمین می شود. آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی و برخی دیگر از مراجع عظام تقلید اجازه استفاده از وجوهات شرعی در این شبکه را صادر نمودند. مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام تنها مجموعه شیعی مستقلی است که از مراجع عظام تقلید در قم و نجف تأییدیه دارد. در مارس 2019 برخی از نوشته‌های مراجع تقلید قم و نجف اشرف آیات عظام سید صادق شیرازی، شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی، شیخ اسحاق فیاض و شیخ بشیر نجفی در تأیید مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در دومین گرد همایی بزرگ بینندگان اروپایی این مجموعه در شهر هامبورگ آلمان رونمایی شد. برای آگاهی بیشتر از فعالیت‌ها، اهداف، اصول، استراتژی و سیاست‌های کلان، اولویت‌های برنامه‌سازی، مزایای مجموع رسانه امام حسین، همچنین آشنایی با نحوه تأمین درآمد و بودجه، راه‌های ارسال هدایا و نذورات، نحوه دستیابی به شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های اینترنتی و شبکه‌های ماهواره‌ای این مجموعه رسانه‌ای می‌توانید به قسمت درباره ما در سایت مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام مراجعه فرمایید. علی اکبری، اخبار شیعه.